Good morning, my dear students. Hope you're fine. شاگردای عزیز نازنینم صبح بخیر. خوب هستین؟ و درس امروز چی تو آماده هستین؟ Okay, excellent. Thank you that you're ready for your today's lesson. So, شاگردای عزیز نازنینم در قدم اول خوب باید از شما بسیار زیاد تشکری بکنم. شما نگفتین که چرا استاد از ما تشکری میکنین از همه ما به خاطر از این که شما درسایتان بسیار زیاد خوب میخوانین و یاد میگیرین. اگر می قسم ادامه بدین حتما انشاءالله تا آخر کتاب بسیاری از مشکلات را که در زبان انگلیسی دارین حل میشه و این تمامش به چی ربط داره؟ به اینکه شما بسیار زیاد خوب کوشش میکنین. اوکی سو شاگردای عزیز نازنینم as you know we are studying English subject of grade 5 okay So, and we started unit 5. ما یونت پنجم را شروع کردیم. Okay? Am I right? Yes. Okay. So, now, open your books. Do you have your books with yourselves? Okay. If you don't have, please go and take your books and a notebook as well. Okay? So, let's begin the lesson. Page 29. صفحه 29 کتابتان را شروع میکنیم. So, What was our previous lesson? درس گذشته ما درباره چی بود؟ In our previous lesson, teacher, we learned some objects that we can find inside the classroom. Excellent. And we learned them, we practiced them, and we tried to use them in order to solve our problems. Okay, so that's great. Now, let's come to part B. Says, but you mean, but part B, میایم که چی هست؟ Topic-تون درباره classroom object هست. Now, take out your books and also open your books on page 29 part B. See in part B in here it says vocabulary presentation. So in our previous lesson what did we learn? We learned about the classroom objects. Today we are going to practice and we are going to use those words in two sentences. Okay, so see in here there is two students and they say for example student A say look at exercise A. Exercise A گفته ببینین student B گفته look at the exercise B C say the sentences گفته شما اول با exercise A ببینین بعد از the exercise B اینمی چی آره؟ جملات را تکرار بکنین حالا بیاین که ما براتون یک تصویر نشان بدم ببینم که از درس گذشته و یادتان است یا نه so what is this? This is called waste basket excellent چی است؟ waste basket خب شاگردای نازنین یک چیز را باید برتون بگویم پیش از اینکه بیایم جملات را کار بکنیم ببینین بسیار یک کلمه خوب است چی ویست بسکت در صنفتان حتما یک زباله دانی است هیچگاهی کوشش نکنین که کاغذهایی را که شما دیگه استفاده نمیکنین یا اگر پنسلتان را تراش میکنین یا اگر بعضی از خوردنی ها را میخورین بر روی صنفتان نندازین تمام شه با چی بندازین ده زبالدانی نه تنها در صنفتان در خانه در محیط در هیچ جای شما نباید چی وسایل را که اضافی هستند در روی سرک یا در روی جوچه با جوچه به اینجا بندازین بخاطر چی بخاطر از این که میگن شهر ما خانه ماست و این واقعیت هم است فقط یک جمله نیست شما هر کدامتان سهم خودتان در پاکی شهر مراعات بکنین و از این امیاله که شما بسیار در طفلک های نازنین هستین و عزیزای ما هستین از امیال اگه شما این کار تکرار بکنین دیگه باز عادتتان میشه نه در خانه نه در صنف نه در بیرون در هیچ جای شما کثافات را بر روی سرک نندازین به خاطر از اینکه وقتی کثافات باشه هم به خود ما ضرر داره هم ای که بسیار یک امیج خراب داره بسیار تصویر خراب داره بسیار شهر ما کثیف معلوم میشه بر علاوه از این ببینین وقتی که از مثلا کسایی که پاک میکنن سرک و اینا را در چه وضعیت مثلا خراب قرار دارن اونا و اینا میان کثافات را پاک میکنن اگر ما مثلا کثافات را بندازیم چی هست ای گناه هم داره به خاطر چی به خاطر از اینکه میگه اگر هر چیز مزر از روی زمین بلند بکنی ای ثواب داره پس میشه که برعکس شما بگیم که وقتی که اینمی کثافات چیزایی را که ما میخوریم بر روی سرک بندازیم باعث آزار اذیت دیگران میشه و ایده دین مقدس ما من است که ما نباید چی کنیم؟ کسی را نه از زبان نه از چی از دست آزار بدیم سیز بعد از دیگه وعده بکنین امرای من که نه در خانه تان نه در صنفتان و نه در محیط تان شما کثافات را بر روی سرک بندازین وقتی چیزایی را میخورین یک پلاستیک امروی خود داشته باشین اگر مثلا زبالدانی نزدیکتان نباشه داخل از پلاستیک بندازین بعد از او که نزدیک زبالدانی شدین در داخلش بندازین در اطرافش هم نندازین به خاطر که او بسیار زیاد بوی خراب داره و این باعث اذیت خود ما میشه سیز شاگردان نازنین ما حتما دیگه این کارا بکنین وعده بکنین برای ما اوکی سو ناو ببینین از یک کلمه چقدر ما بالایش حرف زدیم این چی است ویست بسکت است
اصلا کلمه را که میخواستیم یاد بگیریم این ویست بسکت بود که شما گفتین برام سیز. بیاین یک تصویر دیگه. چی هستی؟ چیر. چیر وات؟ چیر هست نه؟ حالا بیاین آفرین. ای خوب ما بر خاطر نشان دادم که شما درس های گذشته تان به یاد دارین یا نه. اگر چی من میفهمم که شما یاد دارین آفرین. بازم به خاطر تکرار گفتم. حالا پس بیاین که ما مثلا همی تصاویر را چی کنیم؟ For example, this is a table. And let's use them in a sentences, okay? و اینجا با یک مثال نشتش میکنیم. ببینین من تصویر ازان میکنم بعد از او. مثال چی گفتن؟ به این شکل. خب، شاگردان نازنین در درس های قبلی در یونت های قبلی ما دیمونستراتیو پرونون خواندیم ضمایر اشاروی را، اوکی؟ و گفتیم که چهار تا داریم ضمیر اشاروی، دو دانش سنگولار و دو دانش پلورال است. خب، سنگولارش چیز؟ This. Okay, what, that, okay, jamoish is these and those, okay, these and those. اینا یعنی وقتی که مفرد باشد کلمه ما استفاده میکنیم و اینا را وقتی که جمع باشه، okay, اینا بیاین که ما اینا را چی بکنیم؟ در جمله استفاده بکنیم، صحیح؟ مثلا مثال ای چی هست؟ یک تیبل هست. میگم this is a table. Okay? That is a table. خب استاد بر ما یک دفعه دیگه فرقش را تکرار کن. Okay, I'll do it. See? فرقی دو دانه چی هست؟ هر دو جمله عین معنا رو میده. فقط یکانه فرقی که داره this. یعنی وقتی که یک چیز نزدیکتان باشه شما this میگین. For example, چون که به من نزدیک است میگم this is a chair. وقتی که دور باشه از من میگم there is a chair. فقط اینم قدر this معنایش است این. بینی یک بار نشتم کنم. That معنایش است on. صحیح؟ و فرق دیز دو استاد چی هست؟ آل نشتش میکنم. ببینید. اگر ما اینا می دس و داتا چی کنم؟ با دیز دو استاد بیل کنم نشتم میکنم. These. These چی معنا؟ اینها. دوست چی معنی؟ آنها. وقتی که دیز دوز آمد، اوتوماتیکلی من ازا چی میکنم؟ پاک میکنم. میگم these are, those are. یک فرق دیگه هم میایه. وقتی که ما چی میکردیم؟ وقتی که نونا را جمع میکردیم، بیاد داریم که چی میگفتیم؟ میگفتیم که اس یا یس اضافه میکنیم. سعیز؟ آل باید اینجا ما اس اضافه بکنیم. چی وقت یس اضافه میکردیم؟ وقتی که نون ما با SH, CH, X ببین؟ X, O, Z, C, H, S, H, X ختم شود در وقت باز ای اس علاوه می کردیم در غیر از او تنها اس علاوه می کنیم ببینید These are tables وقتی که these are tables گفتیم باید اینی آرام پاک کنیم بخاطر که ا یک دانه معنا می ده این قسمی درست نمی یعنی These are a tables اینها هستن یک دانه میز ها غلط می شده زبان دری خودمون رایت از این خاطر وقتی که چی ما سبجکت های ما جمع شود نونای ما جمع شوه ما از دیمونستراتیف پرونون چی استفاده میکنیم؟ از دیمونستراتیف پرونون پلورال جمع استفاده میکنیم و نونای ما رو چی میکنیم؟ اس یا ای اس میتیم اوکی؟ ببینین در این قسمت حالا بیاین با کتابتون کتابایتون نبیبینین صفحه 29 تصویر اول گفته This is a teacher This is a teacher تصویر دوم This is a book This is a book تصویر سوم گفته This is a dictionary This is a dictionary This is a chair This is a chair. This is an eraser. This is an eraser. بیاین که یک بار دیگه همی آن برتون بگویم. او آن. خب، شاگردای نازنین. او آن چی است؟ با او آن آرتیکل میگن چی؟ آرتیکل. آرتیکل سیز. آرتیکل چی را میگه شاگردای نازنین؟ آرتیکل یعنی؟ حروف چی؟ معین هم میگه. حروف معین نامعین ما داریم که او ان که از حروف نامعین است و ده که از حرف معین است. انشالله در درس های بعدی را بیشتر میخوانیم من فقط در این قسمت که گفتم. This is an eraser. چرا ان داده؟ بخاطر که هر وقتی که کلمه ما به حروف اول شروع شد. اینا حروف اول بر ما بگوییم. Excellent. A, E, I, O, U. هر وقت یک کلمه ما به اینی حروف شروع شود این حروف حروفی است که باعث تولید صدا میشه صحیح حروف اول یعنی صدا
صدادار. وقتی که کلمه مباینی حروف شروع شود با یکی از این حروف، ما وقتی که بگوییم که یک دانه مقصد ما باشه، از او ان استفاده میکنیم. صحیح است؟ اگر حروف اول باشه ان، اگر حروف اول نباشه ان. ببینید ا استفاده میکنیم. مثلا this is a cheer. This is a cheer. ان cheer دیگه باز نمیگیم. اوکی؟ This is ان cheer گفته نمیتونیم. اوکی؟ See in here قسمت هایی را که گفته یعنی کلمات ما با حروف و اول شروع شده حتما چی داده برش؟ ان داده. For example گفته this is an eraser. وقتی که حروف و اول نبوده گفته this is a cheer. اوکی؟ فهمیدین؟ بیاین مثلا به صفحه بعدی کتابتون که صفحه 30 کتاب هست و در این قسمت چی گفته؟ در این قسمت بر شما یه آبجکت داده بر روی میز و از شما پرسون کرده که اینا چی هست؟ ایز؟ مثلا تصویر اولی چی هست؟ کی میگه برم؟ First picture in here. See? Number one. گفته که What is? گفته what is picture number one. گفته تصویر اول چی است؟ Okay. What is this? Dictionary. What? Dictionary. پس هیچی است؟ میگن که dictionary. Okay. Let me ask you. What is picture number four? Picture number four. It is a book. چی است؟ Book است. صحیح؟ و اما تو باقیش هم میتونین شما اول سوال شه پرسون بکنین بعد از او جوابایش نشته کنین. چه قسم مثلا نشته میکنین؟ سوال چه تونش نمی کنین که What is picture okay, number for example 2 بیاین که میبینیم که picture number 3 مو چی هست تا picture number 2 ما میبینیم که paper هست میگیم که یا نشته می کنیم که It is a paper یا هم نشته می کنیم فقط paper ایره در کتابچه هایتون انجام میدین سیز و پایان قسمت پایانیش که بیم هجا کردن است که شما میفهمید وقتی که ما بخوایم از یک از پرسان بکنیم که چه قسمی را اسپیل میکنی چی میگیم How do you spell ایره ما چندین بار در سای گذشته ما تکرار کردیم سیز Okay dear students this was your today's lesson what was your homework was to do exercise number 3 okay to do exercise number 3 exercise number 3 چی است these are some objects on the table and you have to ask the questions and also answer them. So that was all for today. Hope you learned something. Till next time, have a nice day.